اضافه خواهد شد به توان نیروی زمینی. بله، بخشی از تصاویری که شما زحمت کشیدید. بله. اینها البته آماده هستند برای اینکه تا ساعتی انشالله. دیگه البته خیلی بخش کوچیکیش هست، شما یه سری تصاویر دستچین شده به ما رسوندید که انشاءالله وقتی که رونمایی بشه اون وقت تصویرهای مفصلی از آنچه که قرار هستش که امروز رونمایی بشه و تجهیزات که رونمایی بشه حتما در بخش‌های خبری هم پخش خواهد شد، هم به اون پرداخته خواهد شد. بله می‌فرمودید. بله. این بخش از تجهیزاتی که فرمودید تجهیزاتی هستن که بومی شدن، وطنی هستن یا تجهیزاتی هستن که ما اونها رو واردشون؟ بله، تسلیحاتی هستن به روز شده منطبق بر لبه فناوری روز دنیا که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی روی مسلح کشورمون و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و جاهایی که طرف قرارداد نیروی زمینی است در داخل کشور، یعنی تأکیدم بر داخل کشور هست، بله، تولید شدن و ما به خدمت میگیریم. امروز با فرمان فرمانده محترم کل ارتش الحاق پیدا میکنن به نیروی زمینی. بخش دیگر رونمایی هست از یک دسته از تسلیحات مخصوصی که در نیروی زمینی قرار هست که به کار گرفته بشن. این تسلیحات قاطبه این تسلیحات ابداعیه، یعنی شاید بگم اندیشه و تراوش فکری دانشمندان خود نیروی زمینی، جوانان با استعدادی که در نیروی زمینی وجود داره، مبتنی بر خواست نیرو بوده، یعنی نیروی زمینی نوصلاح و تجهیزات جدیدی رو برای خودش تعریف کرده که یک ویژگی هایی داشته باشن. از جمله این ویژگی ها را که ما تعریف کردیم برای تسلیحات جدید نیروی زمینی، چهار ویژگی را ما تعریف کردیم. گفتیم این تسلیحات بایستی دورزن باشن، نقطه زن باشن، مخصوصا هوشمند باشن، چون فرمانده معظم کل قوا بر هوشمند نمودن تسلیحات و دقیق زن نمودن تسلیحات تأکید شاید بگم موکد داشتن. ما هم روی این سرمایه‌گذاری کردیم. بخش سوم میشه گفت که تسلیحاتی هست که در نیروی زمینی وجود داشته ولی فناوری‌های روز دنیا رو ما امروز تونستیم به این تسلیحاتمون اضافه بکنیم که بتونیم واقعا در عرصه میشه گفت که جنگ‌های آینده یک نیروی زمینی اثرگذار و اثر بخش داشته باشیم و الحمدلله بتونیم بازدارندگی هم ایجاد کنیم انشاءالله. چقدر به توان رزمی ما کمک میکنه؟ بله، خدمت رو عرض کنم که میشه گفت که امروز در حقیقت با این الحاق به اذن الله یک رونمایی خواهند داشت ملت بزرگوارمون از یک نیروی زمینی جدید، یک نیروی زمینی بروز شده، یک نیروی زمینی که تسلیحات در خدمت میگیره که این تسلیحات ضمن داشتن اون چهار ویژگی منطبق با علم و فناوری روز دنیا هم هستن و به طور قطع و یقین به توان رزمی نیروی زمینی، به قدرت بازدارندگی نیروی زمینی توان مضاعفی را مزید خواهند نمود این تسلیحات و تجهیزات، به خاطر اینکه تسلیحات و تجهیزات واقعا ویژه‌ای هستن. حالا من به جزئیاتش دیگه ورود پیدا نکنم که انشاءالله در بخش‌های دیگر خبری به ملت بزرگوارمون معرفی بشه. انشاءالله ما جزئیات این